سلام، مهدی نوبخت هستم از هنرآمیز.com و جلسه ششم آموزش فارسی بلندر رو آغاز میکنیم. تو این جلسه قصد داریم کار مدل سازی رو شروع کنیم و مدل سازی این گوشی رو با آشنایی با ابزارهای مختلف ادامه بدیم. بلافاصله میام سراغ کار و شروع میکنم کار مدل سازی رو با اضافه کردن یک مکعب یا یک کیوب به 3D ویوی که داریم. پس شیفت و ای رو میزنم یا از منوی ادمش در واقع میام و یک کیوب در اینجا قرار میدم. شیفت و ای، کیوب. حالا مطالب جلسات قبل رو سعی میکنم تکرار نکنم تا کار سریع تر پیش بره. حتما جلسات قبل رو ببینیم. پس کیوب رو ایجاد کردم. میبینید که زمانی که کیوب رو ایجاد میکنیم یا این مکعب رو ایجاد میکنیم، توی ادیتور اوتلاین که در این کنار قرار گرفته، اگر اینجا رو باز کنیم، توی این ادیتور اوتلاینر میتونیم ببینیم کیوب در اینجا قرار گرفت. در واقع آبجکت هایی که وجود داره در محیط بلندر رو اینجا میتونیم لیستش رو ببینیم، مثلا دوربین، لایه هایی که وجود داره که حالا با اونا باز در جای خودش آشنا میشیم. با وای نمونه اینجا ما میتونیم ببینیم که کیوب در این قسمت اضافه شد. حالا برای اینکه بتونیم این کیوب رو یا این مکعب رو ادیت کنیم، لازم هستش که به حالت ادیت مود بریم. برای این کار میتونیم از این منوی که اینجا قرار گرفته استفاده کنیم. اگر آبجکت مود رو ببرم به حالت ادیت مود، میتونم اینو کمی در واقع اینجا قرار بدم. اگر آبجکت مود رو ببرم رو حالت ادیت مود، حالا اتفاقی که میفته این هستش که دسترسی داریم به اجزای تشکیل دهنده این مش. اجزای تشکیل دهنده هر آبجکت یا مش در محیط نرم افزارهای سه‌بعدی عموما در واقع سه تا عنصر هستش که اگر حالا اینجا تو این قسمت پایین نگاه کنیم، این که اجزای تشکیل دهنده یک مش ورتکس ها یا گوشه ها، لبه ها یا در واقع اج ها و صفحه ها یا فیس ها هستن. ورتکس ها به این صورت، با راست کلیک میتونم دوباره انتخاب کنم، پس ورتکس ها یا گوشه ها به این صورت هستن. از اتصال دو تا ورتکس به هم در واقع لبه ها به ایجاد میشه، دو تا گوشه به هم متصل میشه و یه لبه ایجاد میشه، و در واقع صفحه ها هم که از اتصال حداقل سه تا لبه به هم ایجاد میشه. پس میبینید که اجزای تشکیل دهنده یک آبجکت در محیط 3D در واقع همین سه تا حالت هستن. عموما در بسیار از نرم افزارها هم به همین صورت هست، حالا در بعضی نرم افزارها جزئیات بیشتری در نظر گرفته شده. بسیار خب، پس برای رفتن به حالت برای ادیت آبجکت لازم است به حالت ادیت مود بریم. این کار رو با این منو یا با زدن دکمه تب میتونیم انجام بدیم. پس با زدن تب میتونیم بریم به حالت ادیت مود و دسترسی به اجزای تشکیل دهنده که از این قسمت، و یا با استفاده از شورتکات کنترل و تب هستش. اگر کنترل و تب رو بزنم میبینیم که به اجزای تشکیل دهنده در این روی ویوپورت دسترسی داریم. میتونیم اج رو انتخاب کنیم یا فیس رو و یا گوشه رو با زدن کنترل تب. در واقع این منوی سلکت مود، در واقع مش سلکت مود ایجاد میشه یا باز میشه که میتونیم از اون استفاده کنیم برای مدل سازی سریعتر در 3D ویو. بسیار خب، پس برای ویرایش لازم هستش که به حالت ادیت مود بریم و ادیت مود هم از اینجا یا دکمه تب در دسترس بود. فقط یه نکته ای که در مورد محیط بلندر وجود داره این هستش که در حالت ادیت مود هم این امکان برای ما وجود داره که بیایم و آبجکت اضافه کنیم. اگر در حالت ادیت مود به این آبجکتی که داریم بیایم اینجا و در واقع آبجکت اضافه کنیم، با زدن شیفت ای دوباره اینجا یک کیوب قرار میدم، میبینید که در حالت ادیت مود ما اومدیم این آبجکت رو اضافه کردیم. برخلاف بسیار از نرم افزارها، در واقع در بلندر این امکان وجود داره که در حالت ادیت مود هم آبجکت اضافه کنیم. حالا اگر دکمه تب رو بزنم و برگردم، میبینید که در واقع ما یک آبجکت ایجاد کردیم و در واقع این آبجکت ما زمانی که وارد حالت ادیت مود میشیم از دو قسمت جدا از هم تشکیل شده که در واقع دو تا مکعب جدا از هم هستش. اگر در خارج از حالت ادیت مود بودیم، به عنوان نمونه حالا اگر اینجا باشیم، شیفت و سی رو میزنم تا برگرده کرسر به جای اول، حالا در حالت آبجکت مود هستیم. اگر بیام و دوباره یک کیوب قرار بدم، میبینی که در واقع این کیوب جدید به عنوان آبجکت دوم در نظر گرفته میشه. پس باید دقت کنیم که اگر در حالت ادیت مود آبجکت اضافه کنیم، در واقع اتفاقی که میفته اون هستش که اون آبجکتی که در حالت ادیت مود اضافه میشه در واقع به آبجکت قبلی، در واقع به خود آبجکت اضافه میشه و به عنوان آبجکت جدید تعریف نمیشه. این نکته ای است که ممکنه باعث در واقع سردرگمی شما بشه، چون عموما در نرم افزارهای دیگه به این صورت نیست و در حالت ادیت نمیتونیم آبجکت اضافه کنیم، اما در محیط بلندر به این صورت هستش.
بسیار خب، پس تو این جلسه باز ساختار آبجکت هایی که وجود داره آشنا شدیم. حالا برای اینکه در واقع کمی کار پیشرفته باشه، میام و در واقع پایه مدل رو آماده میکنم. برای این کار میتونم دکمه تب رو بزنم و به حالت ادیت مود برم، این کیوبی که وجود داره رو میام و اسکیل میکنم. در حالت پیشفرض اگر بیام و اسکیل کنم، در واقع اتفاقی که میفته این هستش که اگر حالا بیام اسکیل رو بزنم، اسکیل زد، به این ترتیب ببینید که اسکیل اون تغییر میکنه، به این ترتیب داره اسکیل اون تغییر میکنه. اما اگر حالا کنترل زد رو بزنم، اگر به حالت ادیت مود بریم و حالا اسکیل رو بزنیم، اتفاقی که میفته این هستش که در واقع ما داریم جای نقاط رو جابجا میکنیم و اسکیل صورت نمیگیره. اگر حالا دکمه تب رو دوباره بزنم و برگردم به حالت آبجکت مود، میبینی که در واقع اسکیلی صورت نگرفت، بلکه در حالت ادیت مود فقط ورتکس های ما جابجا شد. برای انتخاب از A استفاده کردم، برای انتخاب کردن و غیر انتخاب کردن میتونیم از A استفاده کنیم تا همه المان ها انتخاب بشه. با زدن A تمام گوشه ها انتخاب میشه در حالت ادیت مود. اگر در حالت ادیت مود هم نباشیم، که با زدن A تمام آبجکت ها انتخاب یا غیر انتخاب میشه با دوباره زدن اون. بسیار خب، پس به این ترتیب میام اینجا اسکیلش میکنم، زد رو میزنم تا در واقع آبجکت رو در زیر ببینم. اسکیل زد به این ترتیب میام و اینو محدودش رو مچ میکنم با این آبجکتی که داریم یا با این گوشی که داریم. اسکیل زد کمی بیشتر این کار رو انجام میدم. میتونم بیام و در واقع با استفاده از border selection این قسمت رو انتخاب کنم و از جابجایی استفاده کنم یا این manipulator رو استفاده کنم برای مچ کردن آبجکتمون با در واقع تصویر مرجعی که داریم. بسیار خوب، به این ترتیب حالا میرم تو نمای رایت. توی نمای رایت میتونم A رو بزنم تا همه انتخاب بشه، دوباره اسکیل میزنم و وای، اسکیل وای رو انجام میدم و به این ترتیب در واقع اونو مچش میکنم با محدوده آبجکتی که داریم. اسکیل وای به این ترتیب. بسیار خوب، دوباره border selection و این قسمت جلو رو کامل انتخاب میکنم. اگر در حالت وایر فریم نباشیم، یعنی دکمه در حالت سالید باشیم و در حالت وایر فریم نباشیم، زمانی که border selection رو فعال میکنیم و این قسمت رو انتخاب میکنیم، میبینید که در واقع ورتکس های پشت انتخاب نمیشه و علت هم این هستش که این گزینه limit selection to visible فعال نیست، در واقع فعال هستش. زمانی که این گزینه فعال باشه، فقط اون چیزهایی که در ویوپورت دیده میشه انتخاب میشه. اینجا میبینید که فقط ما قسمت جلو در حال دیده شدنه و وقتی انتخاب رو انجام میدیم فقط قسمت جلو انتخاب میشه. حالا اگر بیام و این گزینه رو غیر فعال کنم، میبینید که حالا اگر بیام و این قسمت رو انتخاب کنم، قسمتایی که دیده نمیشه هم در واقع انتخاب میشه. این میتونه بعضی وقتا کاربردی باشه و بعضی وقتا هم ممکنه مشکل ایجاد کنه. پس بسته به شرایط باید این رو فعال یا غیر فعال کنم. بسیار خب، این رو فعال میتونم بکنم، این قسمت رو جی رو میزنم، وایو میزنم و کمی این رو جابجا میکنم در این قسمت قرار بگیره، چون در واقع میخوایم انحنا رو در جلسه بعد ایجاد کنیم. بسیار خب، پس پایه مدل ما به این صورت ایجاد شد. میتونیم بیایم اینجا و با دابل کلیک کردن اسممون رو تغییر بدیم، میذارم بیس مش و اینتر رو میزنم. بسیار خب، تو این جلسه با ساختار اشیا یا آبجکت در محیط بلندر و نرم افزارهای 3D آشنا شدیم. تو این جلسه بعد میریم به سراغ اولین ابزار مدل سازی که در واقع لوپکات هست و از اون استفاده میکنیم برای شکل دادن به مدل. پس تا جلسه بعد.